بسم الله الرحمن الرحیم. با ویدیو دومی ادامه درس کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف خوش آمدید. محصلین عزیز، در ویدیو قبلی، ویدیوی اولی، ما موضوع ما تا تصنیف امور حسابی بحث شده بود که تصنیف امور حسابی را ما بحث کردیم که تصنیف امور حسابی به دو بخش تقسیم شده: تصنیف امور حسابی به سطح اقتصاد کل یا به سطح اقتصاد ملی، و تصنیف امور حسابی به سطح اقتصاد تشبثات یا تصدی. پس در اقتصاد ملی را بحث کردیم که تمام کمیت های کلی را به سطح اقتصاد کل در نظر میگیره یا بحث میکنه یا محاسبه میکنه یا سنجش میکنه، و اقتصاد تشبثات یا امور حسابی که تصنیف اقتصاد مربوط اقتصاد تشبثات میشه، پس راجع به موضوعات واحدهای خرد در داخل تصدی یا در داخل سازمان بحث میکنه. که در ما بیشتر یادآور شدیم که تصدی ها با محیط بیرونی و محیط داخلی خود چه رقم روابط را تنظیم کنه. پس در این شکل، در این چارت، شما ببینید که تصدی با محیط خارجی چه رقم با استفاده از امور حسابی روابط خود را تنظیم میکنه. که در این شکل تصدی ها که پروسس و ترکیب عوامل تولید پروسس و ترکیب عوامل داره که عوامل تولید و پروسس میکنه و اجناس خدمات تولید میکنه. پس یا با بازار فروش ارتباط داره، بازار تهیه عوامل تولید و همچنان با بازار سرمایه و دولت. که تصدی که با بازار فروش و بازار تهیه عوامل تولید ارتباط داره، این جریان ما جریان اقتصاد فعالیت میگیم. که در این جریان اقتصاد فعالیت ما بازار فروش داریم و همچنان بازار تهیه عوامل تولید. پس در بازار فروش تصدی ها که در بازار فروش رج عرضه اجناس خدمات صورت میگیره و تمام مصرف کنندگان و هاوسهولد یا فامیل ها، خانواده ها در اونجا خرید فروش میکنن. پس در بازار فروش که تصدی امتعه یا جنس خود یا خدمت خود عرضه میکنن، پس در اینجا جریان جنس و خدمت صورت میگیره با بازارش، و در مقابلش جریان پولی صورت میگیره که از طریق بازار فروش یا پول چی میکنه؟ تهیه میکنه. و در بازار تهیه عوامل تولید ما جریان عوامل تولید داریم که عوامل تولید تصدی ها از بازارهای عوامل تولید درجه تمام عوامل تولیدی که نیاز دارن، تمام اینپوت که نیاز داره، پس یا از بازار تهیه عوامل تولید به دست میاره، و در مقابلش درجه جریان پولی یا مخارج صورت میگیره که به بازار عوامل تولید یا جریان پیدا میکنه. پس در این جریان پولی یا مخارج که مو قیمت عوامل تولید یا سرمایه یا کار و یا دیگر عوامل تولید که زمین و دیگر مسائل، پس در این بازار تهیه عوامل که یا را تهیه میکنه، در مقابلش پول پرداخت میکنه و جریان مخارج صورت میگیره به بازار عوامل تولید. و درجه که جریان ارتباط تصدی با بازار سرمایه و دولت است، پس درجه ای جریان ما جریان اقتصاد مالی میگیم، که در جریان اقتصاد مالی پس همو سرمایه از جا تهیه میشه. پس این سرمایه همچنان مانند بازار فروش و ارتباطی که با بازار تهیه عوامل داره، درجه جریان همو اوتفلو و اینفلو خود داره، یا جریان پولی خود به بازار سرمایه و همچنان جریان پولی را به داخل تصدی دربر میگیره. که تصدی با دولت که مثلا مالیه در بخش مالیه بر دولت مالیه پرداخت میکنه، و در مقابل در بعضی حالت ها که دولت تصدی ها را سپورت میکنه، حمایت میکنه، سبسیدیز یا کمک های بلایواز برای تصدی ها جریان پیدا میکنه. و همچنان از بازار سرمایه که تصدی ها از جا سرمایه خود را تأمین میکنه، که در از بازار سرمایه سرمایه شخصی از بازار سرمایه به تصدی ها جریان پیدا میکنه، و که این انفلو سرمایه یا کپیتال است. که در این انفلو یا سرمایه هم به شکل
از طریق اوراق بهادار تهیه میشه، هم به شکل قرضه ها از طریق قرضه های بانکی و دیگر مسائل قرضه های کوتاه مدت و دراز مدت که از طریق اوراق بهادار هم تصدی با آسانی او سرمایه خود را تمویل کرده میتونه. که با تمام اوراق بهادار چی اوراق قرضه باشه و چی اسهام باشه ایره در بازار سرمایه عرضه میداره و در مقابلش سرمایه خود تهیه میکنه و میتونه که عوامل تولید با استفاده از سرمایه تهیه کنه و تمام فعالیت‌های خود به این شکل تنظیم کنه. پس این فعالیت‌ها را که تصدی تنظیم میکنه، این فعالیت‌ها را که مدیریت میکنه، پس چه قسمی را به شکل خوبی مدیریت کرده میتونه و چه قسمی را کنترل کرده میتونه. پس در این بخش که در امور حسابی چه رقم امور حسابی خود را تنظیم کنه، پس در اینجا چهار رشته مهم در این بخش کمک میکنه که محاسبه مالی در این بخش تمام صورت حساب های مالی را برای شرکت تهیه میکنه که ما پیشترم یادآور شدیم در ویدیو قبلی. در بخش محاسبه مالی ما تمام صورت حساب های مالی که بیلانس مفاد و ضرر، بیلانس اختتامیه و همچنین بیلانس جریان نقده را محاسبه مالی وظیفه داره که محیط اکثر محیط خارجی تصدی را در بر داره که این راپور ها را تنظیم میکنه با استعمال کنندگان خارجی معلومات محاسبه و پروسه و محاسبه سنجش مصرف که در اینجا مصارف تصدی را کنترل و تصنیف بندی، طبقه بندی و شناسایی کرده این را ثبت میکنه و محاسبه مدیریت که تمام راپور ها را به مدیریت و به منیجمنت و به رهبریت تصدی تهیه میکنه و از کنترل و مدیریت خوبترش بحث میکنه و هرگاه بعضی مسائل که از توانایی محاسبه خارج است، از موضوع محاسبه خارج است، مثلا احصای فروشات و خریداری ها و دیگر احصای مربوط مارکتینگ ریسرچ یا تحقیق بازار بازاریابی و سیستم مسائل در احصای ضرورت پیدا میشه که از ارقام احصایی و اعداد احصایی همچنان استفاده میشه. پس راجع به از تصنیف امور حسابی که ما به سطح اقتصاد کلی داشتیم و به سطح اقتصاد تشبثات داشتیم. موضوع بعدی ما اساسات سنجش مصرف که تمام تعریف ها و نظریات راجع به کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف ما داریم. در اول سنجش مصرف که یا حسابداری سنتی می گفتن، چون در تمام شرکت های تولیدی استعمال می شدن و بار اول در شرکت های تولیدی و شرکت های سنتی ابداع و به وجود آمد، پس به این خاطر ایرا بعض اوقات و در بعض کتاب ها ایرا حسابداری سنتی می گن. و تعریف سنجش مصرف از نظر انجمن ملی امریکا یا The American Accounting Association یا انجمن محاسبه امریکا را قسم تعریف کرده که سنجش مصارف عبارت از شیوه های منظم و منظور ثبت و گزارش دهی محاسبات مربوط به قیمت تمام شد به محصولات و خدمات در یک شرکت به صورت کل، یعنی به سطح کلی تمام مسائل و شیوه های که مصارف سنجش مصارف شیوه های منظم به منظور ثبت و گزارش دهی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده بحث میکنه. به سطح کلی که قیمت تمام شده محصولات و خدمات چه رقم تعیین شود و به شکل جزئی تشخیص، طبقه بندی، تخصیص و گزارش دهی اقلام مصارف واقعی و مقایسه آنها با مصارف پلان شده بحث میکنه. پس به شکل جزئی تمام مسائلی که چه رقم مصارف طبقه بندی شده بر اساس دپارتمان ها، چه رقم تقسیم شده بر اساس وظایف، تمام تصنیف و طبقه بندی و کنترل مصارف در بر داره. دیگه تعریف از نظر هارلور جی ولدن است که این عالم انگلیسی سنجش مصرف تعریف کرده که عبارت از طبقه بندی ثبت و تخصیص مصارف جهت تعیین نمودن قیمت تمام شد در اجناس و خدمات بوده. تمام طبقه بندی ثبت و گزارش دهی مصارف در جهت تعیین قیمت تمام شده است و همچنان در عین زمان معلومات منظم ارائه معلومات منظم برای مدیریت جهت کنترل و هدایت خوبتر این نوع مصارف می باشد. چه رقم به مدیریت این گزارش تهیه کنه و در کنترل و مدیریت خوبتر این مصارف کمک میکنه. در تعریف
کوتاه‌تر برای سنجش مصرف یا کاست اکاونتینگ ما تعریف دیگه داریم که پروسه مشخص کردن، تعیین کردن و ارزیابی کردن مصارف تولیدی میباشه. که این پروسه مشخص کردن که او تصنیف مصارف است و درک مصارف است که این مصارف از کجا به وجود آمد، در کدام دپارتمان مربوط به کدام جنس میشه، که تمام موازی مصارف و تمام حامل مصارف در نظر میگیره و همچنان ایره مشخص میسازه و ارزیابی کردن مصارف تولیدی، که مصارف تولیدی را ارزیابی میکنه، ازدیاد و همچنان تنقیص مصارف و چه رقم کنترل شوه، تمام این مسائل در بر داره. و تعریف دیگه کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف با جمع‌آوری و تحلیل مصارف فی واحد سر و کار داره. خیر ان شاء الله ما در جریان پروسه تدریسی و سریز تدریسی یا سلسله تدریسی را بحث میکنیم که چه رقم مصرف فی واحد بحث میشه، چه رقم پیدا میشه مصرف فی واحد، و در این کاست اکاونتینگ که مصارف جمع‌آوری میکنه، تحلیل مصارف و همچنان در عین زمان مصارف فی واحد سر و کار داره و مصارف فی واحد بحث میکنه. در ماهیت سنجش مصارف یا نیچر آف کاست اکاونتینگ، که ماهیت سنجش مصارف از دیدگاه جان جی دبلیو نیوتنر عبارت از شاخه از محاسبه عمومی یا مالی می باشد که برای مدیریت فورا مصارف تولید یا فروش یک امتیعه و بایه خدمت یا یک خدمت را فراهم می سازد. این بخش محاسبه سنجش مصرف از بخش یا بخشی از محاسبه عمومی بوده که راجع به ثبت مصارف و راجع به وقوع مصارف و همچنان مصارف تولید یک جنس یا خدمت، پس برای مدیریت فوراً اطلاع میده و این مصارف برایشان در خدمت مدیریت قرار میده. گر هدف سنجش مصارف که پرپوس یا هدف یا پرپوس آف کاست اکاونتینگ یا هدف محاسبه سنجش مصرف چی است، از کدام مسائل بحث میکنه و هدف محاسبه سنجش مصرف چی است؟ اولش برآورد و سنجش قیمت تمام شد. پس وقتی که در یک شرکت، در یک کمپانی، منجمنتی و شرکت تشخیص داده بتانه و مصارف طبقه بندی کرده بتانه، مصارف تعیین کنه، مصارف ارزیابی مصارف بلد باشه، از تخنیک های سنجش مصرف استفاده کنه، پس میتونه که قیمت تمام شده اجناس و خدمات خود بدرستی و بدون کدام مشکل تعیین کنه، که چی در ارائه خدمات باشه و چی در ارائه امتیعه یا تولید اجناس باشه. و همچنان هدف دومش تعیین قیمت، ارزش گذاری و ارزیابی موجودی گودام است، که در این بخش که ما در منیجریال اکاونتینگ یا محاسبه مدیریت هم داریم و همچنان در کاست اکاونتینگ که انونتری منیجمنت یا مدیریت گودام داریست، که در اینجا با آسانی با استفاده از کاست اکاونتینگ ما میتونیم موجودی اجناس در گودام محاسبه کنیم و سنجش کنیم و این را آسانی پیدا کرده میتونیم. که این مسائل مثلا در انونتری منیجمنت یا در مدیریت گودام ما طریقه های در کاست اکاونتینگ داریم، طریقه لیفو، طریقه فیفو، طریقه اورج، که طریقه این مسائل که انشالله در ویدیوهای بعدی بحث میشه و در درسهای آینده را ما شما میخوانیم. دیگر استحصال معلومات برای تصمیم گیری بر رهبریت تصدی، که وقتی که تصدی تصمیم گیری میکنه، برای آینده پلان گذاری داره، استراتژی های دراز مدت میسازه، پس برای معلومات ضرورت داره، که معلومات راجع به قیمت تمام شد، راجع به مصارف، راجع به دیگر مسائلی داره، که کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف راجع به مصارف، راجع به انواع مصارف، راجع به کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی مصارف، پس تمام معلومات در اختیار مدیریت کمپانی قرار میگیره، در اختیار رهبری کمپانی یا شرکت قرار میگیره، پس این مسائل با آسانی در تصمیم گیری بحث میشه. دیگر کنترل مثمریت و اقتصادیت سنجش مصارف است. پس در این بحث تمام مصارف چه رقم کنترل شده و مثمریت و ایرا بحث میکنه، که در درس‌های آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد.
دیگه پناهتان به خدا، خداحافظ.